توی این درس ما چند تا عنوان مختلف رو می‌بینیم که به iOS 5 اضافه شده. اولیش توییتر هست. شما خود برنامه توییتر و اپ توییتر رو باید دانلود بکنید و نصب بکنید، اکانت توییتر رو بهش بدید اگر دارید، و دیگه از هر جا که بخواید، حالا لینک، عکس یا هر چیز دیگه که دوست داشته باشید میتونید توییت بکنید و با زدن اد لوکیشن جای لوکیشن شما رو هم به اون عکس یا هر چیزی که هست اضافه میکنه. عنوان بعدی اسپلیت کیبورد هست که کیبورد آیپد شما رو شبیه آیفون میکنه. شما با نگه داشتن انگشتتون روی این آیکون کناری میتونید این عنوان رو انتخاب بکنید. با کشیدن دو تا انگشتتون به دو طرف هم میتونید این کار رو انجام بدید. توی ایمیل الان امکانات ریچ تکست هم وجود داره و شما نوشته ها رو میتونید بولد یا ایتالیک بکنید. اگر دوست داشتید یه دونه از میسکال هاتون رو پاک بکنید، الان امکانش وجود داره. یا اگر میخواید زمانی که مسیجی، ایمیلی، چیزی برای شما میاد یه فلش کوچیک هم گوشیتون بزنه، میتونید بیاید توی جنرال اکسسیبیلیتی و LED فلش فور آلرتس رو روشن بکنید. این کاستوم وایبریشن هم برای زمانی که شما میخواین همونطور که برای افراد مختلف زنگ های مختلف تعیین میکنید، ویبراتور های مختلف هم تعریف بکنید که وقتی زنگ زدن یه جور دیگه گوشیتون بلرزه. برای این کار میتونید بیاید توی قسمت سیتینگ، ساوند، وایبریشن و کاستوم نیو وایبریشن. از اینجا اون وایبریشنی که مد نظر خودتون ریکورد بکنید، براش یه اسم تعیین بکنید و بعدا به اون شخصی که میخواید نسبتش بدید.